به نام خداوندی که بی حد و بی اندازه مهربان است. سلام خدمت تمام شما خوبایی که با ما هستین. یکی دیگر از برنامه پخت پز و یک روز دیگر رو من این ساعت مهمان خانه‌های شما عزیزان هستم. میخواییم که برتان یکی از غذاهای خیلی خوشمزه دیگر امروز آماده بسازیم. امروز خواستم در برنامه برتان کتلت تون ماهی آماده کنم که یک غذای بسیار مزه‌دار است و دوستم هم کامنت بر من گذاشته بودن، گفته بودن کتلت تون ماهی آماده بسازین. امروز خواستم برتان آماده بسازیم و در شروع مواد لازم شد و تمام شما خوبایی که با ما هستین و معرفی میگیریم و مواد لازمی ما هم است: کچالو 4 عدد، پالک مقدار لازم و 3 عدد بادرنگ، 200 گرم آرد، تون ماهی 1 قوطی کلان، مرچ تازه مقدار لازم و 2 عدد لیمو، 2 عدد زردک و گشنیز به قدر ضرورت، 3 عدد تخم و 1 عدد پیاز، ماست 1 گلاس، زردچوبه، مساله ترکاری و نمک هم به قدر ضرورت. مواد لازمه هم براتون به معرفی گرفتیم. وایستا استا میخواییم کار خود دیگر شروع کنیم. یک کتلت تون ماهی بسیار مزه‌دار و خوشمزه براتون امروز خواستم آماده بکنیم. از مواد خیلی خوب تر از جمع ترکاری بابا هم دهی خواستم استفاده بکنیم و خود تون ماهی هست خواستم استفاده کنیم. اما اگر آل خوب گوشت ماهی کمتر در بازار پیدا میشه، اما وقتی که در اواخر سرد باشه شما میتونید این کتلت از گوشت تازه ماهی هم آماده کنین، بسیار خوشمزه تر میه. اما من خواستم از تون ماهی استفاده بکنیم. کچالو جوش داده هست. قبل از اینکه برنامه آغاز شد ما کچولو را جوش دادیم، کاملا آماده شده. من میخواییم یک ظرف شیشه بزرگ بیارم و همچنان همه کچولو را تمام شد تراشک میکنیم. از 4 عدد کچولو ما استفاده کردم که خوب ای را جوش دادیم تا ای که نرم شده و جوش دادیم شد. پوستش جدا کردم. حالا میخواییم تراشکش کنیم. و کچالو رو هم که ما جوش داده بودیم میخواییم که تمام شدگه تراشک کنیم به این شکل. تمام شد تراشک میکنیم و بعد از اون موادای دیگه ما هم هست که میخواییم آماده بسازیم. بسیار یک غذای آسان و ساده امروز خواستم براتون آماده کنم. من مطمئن هستم که از شروع تا آخر برنامه را ببینین، طرز تهیش هم دیگه یاد میگیرین و میتونین که در خانهتون هم یک غذای خوشمزه را آماده بسازین. از مواد خیلی خوبتر در این غذا کار گرفتیم، از جمله کچولو. از خود کچولو البته پروتئین خیلی زیاد داره. همچنان از کچولو ما شما میتونیم انواع و اقسام مختلف پکوره ها آماده بسازیم، کتلت آماده کنیم، همچنان در سوپینا میتونیم استفاده کنیم. یعنی در هر نوع غذا ما شما از کچولو استفاده کرده میتونیم. یک کمک دوگام خوب است یک مقدار کچولو دوگام تراشک کنم. اینه یک مقدار دوگام تراشک میکنیم. به این مقدار کچولو کفایت میکنم. حال ظروف که ضرورت ها نداریم با این تراشک از بالای میز دورش میکنیم، میگذاریمشان در قسمت و متکارهای دیگه خودم دیگه انجام میدیم. مواد دیگه ما هم هست که میخواییم اضافه بکنیمش. یک کتلت بسیار مزه‌دار از تون ماهی امروز خواستیم که ما براتون آماده کنم. خب اینجا پالک است. یک مقدار پالک خوب ریزه شده اینجا داریم. از پالک هم من خواستم استفاده کنیم. این که از ترکاری های خیلی خوب است، آهن خیلی زیاده داره. اضافهش میکنیم بالای کچولو و از بادرنگ باز به خاطر تزیین این غذا استفاده میکنیم. تختر هم ضرورت دارم تا اینکه پیاز و همچنان زردک هم میخواییم ریزه ریزه کنم. یک عدد پیاز داریم اینجا. از پیاز استفاده کردیم به خاطر طعمش و ذائقش. خوب پیاز هم ریزه ریزه میکنیم. ببینید به این اندازه، هر قدر که پیاز خردتر ریزه شد به ما اندازه خوبتر است. خب پیاز هم ریزه کردیم، نیمه عدد دیگهش باقی مونده. نیمه عدد دیگهش هم ریزه میکنم. به این مقدارش کاملا دیگه کفایت میکنم. حالا خرد خردی رو ریزه میکنیم. به این اندازه ای خوب خرد خرد ریزه کردیم و اینجا زردک هم هست که زردک هم میخوایم که
باز ریزه ریزه کنیم. خواستیم از دو عدد زردک استفاده بکنیم که می یک عدد شم. می خواهیم ریزه کنیم به خاطر طعمش. خب خوب است که زردک هم اینه به یه اندازه من خورد خورد خوب نازک نازک ریزه کردیم. مقدار کم شد ریزه می کنیم و قدر زیاد نیم. این به این مقدارش کفایت میکنه. صرف به خاطر طعمش خواستیم از زردک استفاده بکنیم. و گشنیز است به خاطر طعمش خوشمزگیش و یک مقدار شباز مکذاریم داخل به خاطر تزینش با بادرنگ و لیمو. باز میخواییم را تزین کنیم اما یک عدد لیمو را به خاطر تزینش استفاده میکنم و یک عدد دیگه هم آبش را اضافه میکنیم بلای مواد ما. گشنیز هم ریزه کردیم. حالا پیاز، زردک و گشنیز کاملا دیگه آماده شد. یک عدد لیمو را من خوب از وسط نصف کنم و خسته قسمت وسطش دور میکنیم. اینا و حالا این موادایی که تمام میشه من خواستم که ریزه کنم. پیاز بود، یکم که زردک به خاطر طعمش و همچنان گشنیز بودک اضافه میکنیم. بالای کچالو و پالک قورنده ظرف اضافه کرده بودیم. گشنیز صرف یک طعم خوشبوی خیلی خوب به این غذا میده. همچنان پیاز است. پیاز هم که ریزه ریزه کردیم. یک عدد پیاز بود که میره خواستم ریزه کنم. پیازم خوب اضافه کردیم و آب لیمور. آب لیمور هم بالای مواد اضافه میکنیم. یک عدد لیمون تنها آب شد و یک عدد دیگه شد. پس به خاطر تزینش میخواییم استفاده کنیم. خوب از خستایش دور کنیم. و تا که من آب لیمون بالای مواد اضافه میکنم خوب است که با ما باشین. در این لحظات برنامه وقفه خیلی کوتاه داریم. زود برمیگردیم. ادامه برنامه هست و تمامتان خوش آمدید میگم. خیلی خوش هستم از این که شما را با خود داریم و حالا موادای دیگه ما باقی مونده که میخواییم تمامش را اضافه بکنیم. اینجا تخم مرغ است. دو عدد تخم میخواییم اضافه بکنیم در این ظرف و با زردی و سفیدیش میخواییم اضافه کنیم. با زردی و سفیدیش دو عدد تخم اضافه کردیم. و از نمک و مسالجات هم اینجا داریم که نمک اضافه میکنیم. نمک مقدار لازم و نیم قاشق زردچوبه با مصالح ترکاری خواستم استفاده کنیم. دهی نیم قاشق هم زردچوبه اضافه کردیم و نیم قاشق هم مصالح ترکاری. مسالجات رو هم اضافه کردیم. از ماست و برگای گشنیز باز یک چتنی خیلی خوشمزه، یک کمک مرچ سرخ هم داریم که باز یک چتنی بر شما آماده میکنم. همچنان اینجا خود تنمایی هست که میخواییم اضافهش بکنیم. البته روغنایش خوب است که اضافه نکنیم. اینا تمام تنمایی رو من خواستم اضافه بکنیم. و اینجا مرچ تازه است. یک کارد خورده را میگیرم. یک عدد مرچ تازه را من میخواهیم ریزه ریزه کنم به خاطر که یکم که طعمش تند باشه خیلی خوب است. مرچ تازه را هم ریزه ریزه میکنیم. خب مرچ تازه را هم ریزه کردیم و حالا دیگه کمک آرد اضافه میکنم و این موادای ما را میخواهیم مخلوط بسازیم. آرد بسیار کم اضافه میکنیم و حالا خوب است که این مواد را خوب با دست مخلوط کنم تا اینکه تون ماهی، کچولو همراه با مسالجاتی که اضافه کردیم، زردک، گشنیز، همچنان تخم دو عدد خواستیم اضافه کنیم دهی کاملا خوب مخلوط شم. این را با دستتان مخلوط کنین خوب تر است به نظر من.
یک دستکش معمولا همیشه در آشپزی هم ما شما دستکش میپوشیم. مخلوطش بسازین تا که تمام مواد خوب مخلوط شه. یک کمک آردگام اضافه کردم. حالا این را خوب مخلوط میکنیم. اینه کاملا موادای کتلتتون ماهی ما آماده شد. خب این مواد را هم دیگه من مخلوط کردم. یک ظرف میخوایم بیارم. تمام مواد را باز در این ظرف اضافه میکنیم. خب این ظرف را گرفتیم و تمام مواد که آماده ساخته بودیم در این ظرف اضافهش میکنیم. اینه در این ظرف تمام مواد را اضافه کردم و این ظروف هم دیگه ضرورت نداریم. یک عدد تخم اینجا باقی مانده. خوب از اینجا بگذاری میره و حالا باز آیسته آیسته حرارت روغن رو دیگه روشن میکنم. میخوایم امی کتلت مزه‌دار را براتون که از تون مایی خواستیم آماده کنیم و سرخ کنیم در روغن. بسیار آسان و ساده ای آماده میشه و وقتتون هم خیلی کمتر میگیره و با وقت خیلی کمتر هم شما میتونین که ده آماده بکنین. من کاملا تمام موادش مخلوط کردم. حرارت روغنم روشن کردیم تا که دیگه روغن خوب گرم شود. روغن که گرم شد باز آیسته آیسته اینا را میخوایم آماده کنیم و سرخشان میکنیم. تزیینش میکنیم با لیمو، برگای گشنیز، همراه با بادرنگ. و یک ظرفک خوردم من خوب از بیارم. یکمک روغن میخوایم باز بگیریم. به خاطر که دست ما را با روغن چرب کنیم خیلی براحتی و خوبی میتونیم اینا را آماده بسازیم. خب البته کم روغن هم میخواییم که اضافه بکنیم در این ظرف. اینا حالا دیگه آیستا آیستا این را آماده میسازیم. دست ما را با روغن خوب چرب میکنیم. اگر با آب دست ما را چرب کنیم ما میتونیم این آماده کنیم، اما آب باز یکمک سرصدا در روغن ایجاد میکنه. به این خاطر میبینیم که روغن دیگه گرم شده. موادش زیادتر نگیرین، موادش کم کم میگیریم به خاطر که این خوب در روغن سرخ شوه. خوب این مواد مخلوط ساختیم. ببینید با دست مخلوطش کردم تا که پیاز، کچولو، ترکاری باب دگه، با تون ماهی کاملا خوبی مخلوط شد. هر قدری نازکتر جور کنیم به ما اندازه خوبتر است، به خاطر که البته بینشان پخته شد. روغن اندگاه استا استا گرمش و قدر زیاد روغن هم نمگذاریم که بسیار زیاد داغ شوه. مندازیم تمام شد در دیگ تا کاماده شود و خوب یک روش که سرخ شد باز روی دیگش دور میدیم. مواد کمتر میگیریم و خوبی را نازک آوار میکنیم. میره ببینه به این شکل. دست ما را که در روغن چرب کرده بریم بسیار براحتی تمامش آماده میشه. موادش کم کم میگیریم. بر شکل که خودتانی کتلت ها را آماده کنین میتونین و میل خودتان هست. صرف دمی آماده کردن موادش کمک دقت بکنین جایی که خوب تر آماده شد. یک عدد دیگه کیرم آماده ساخته رفتم و در روغن اضافه کردم. و اگر میخواین برنامه پخته پز تماشا کنین از طریق اینستاگرام هم میتونین برنامه ما را ببینین همه روزا. که غذایی که ما براتون در برنامه آماده میسازیم همکارای ما لطف میکنن خیلی کوتاه در اینستاگرام هم ترس دهیش هم میمانن. از طریق هم میتونین منتظر کومنت هایتون هستیم و همچنان از طریق یوتیوب هم میتونین برنامه ما رو ببینین و غذایی که شما دوست دارین ما براتون حتما و غذاره آماده میسازم. یک عدد دگام آماده میکنم در روغن اضافه میکنم تا که بازی خوب سرخ شدن باز یک مقدار دگام آماده میسازیم. اینه خوبی را هوار کردیم.
حالا باز منتظر می باشیم که یا یک دفعه خوب سرخ شود تمامش پشت رویش. روغن ما حالا زیاد گذاشتیم، اما کمک که روغن زیاد گرد شد باز حرارتش کمتر میکنم. اینا را که قبلا اضافه کرده بودیم ببینید بسیار براحتی میتونیم که اینا را پشت رو کنیم. طرف هایشان کمک سرخ شده، طرف دیگهش هم دور میدیم تا که هر دو طرفش کاملا یکسان سرخ شد. باز فهمیدیم که روغن گرم شده، زیاد حرارت از زیر باز من کم میکنم به خاطر که این باز ایسته ایسته سرخ شد. من تا که یک مقداری کتلت های تنمایی رو آماده میسازم میریم وقفه خیلی کوتاه زود برمیگردیم. سلام مجدد، تمامتان خوش آمدید میگم. ادامه برنامه پخته باز از خواب یک در جریان وقفه ما یک مقدار کتلت های تون ماهی را که براتون امروز خواستیم آماده کنیم سرخش کردیم. یک مقدار دیگه شم اینجا در روغن است که آیسته آیسته سرخ میشه. من ماست و کچپ هم اینجا داشتیم که در این ظرفک های جدا خواستم که اضافهش کنم به خاطر البته که این کتلت ها را به میل خودتان هست، میتونین با کچپ پامید نوشتان کنین با ماست هم. ما هر دوش داشتیم، خواستیم که به خاطر تزینش از هر دوش استفاده کنیم. حالا هم یک چند دقیقه دیگه اینارا میگذاریم، یک چند عددش که وقت تر اضافه کرده بودم سرخ شده. اینا رو تمامش اضافه میکنیم در ظرف، کاملا تمامش آماده شد. اینا صرف یک عدد دیگهش باقی مونده که یک دو دقیقه دیگه می طرفش هم میمونم تا اینکه سرخ شوه. خوب از تخته رو هم بگیریم و به خاطر تزیین ظرف ما از برگای گشنیز خو دم ماست اینا اضافه کردیم. صرف بادرنگ و لیمو هست که میخوایم در ظرف به خاطر تزیینش استفاده بکنیم و یک عدد بادرنگ با پوستش میخوایم ریزه کنیم. در جناف همایی رو پاک شستیم، البته نازک نازکی را به این شکل ریزه میکنیم. خب یک عدد دیگه شم سرخ شد، این را از روغن بیرون میکنم. اینه کاملا تمامش آماده شده. بادرنگ هایی که ما خواستم ریزه کنیم ما به خاطر تزیین ظرف استفاده میکنیم و میگذاریمش در این قسمت. اینه و همچنان لیمو هست که لیمو رو باز ما میخواییم که ریزه ریزه کنیم. تختر خوب است که لیمو رو ریزه کنیم، باز تخته رو دور میکنیم و ظرف ما رو تزیین میکنیم. اینا یک چند حلقه لیمو هم من خواستم که ریزه کنیم و به خاطر تزیینش از لیمو هم استفاده میکنیم. تمام لیموهایی که ریزه کردیم هم اضافه میکنم بر فیلن در ظرف و تخته رو دور میکنم از بالای میز. حالا هم ظرف رو میخواییم تزیین بکنیم. خب کتلت های تون و ماهی رو آماده کردیم، در ظرف تزیینش میکنیم. بسیار یک غذای مزه‌دار است، حتما شما میره یک بار تجربه کنین و در خانه آماده بسازین. بسیار ساده آماده میشه از مواد بسیار کم. من مطمئن هستم که شما دیگه طرز تهیهش یاد گرفتین و میتونین که باز در خانه آمادهش کنین. بسیار ساده و آسان ایره ما خواستیم که آماده بسازیم. خب لیمو رو هم که حلقه حلقه ریزه کردم به خاطر تزیینش میگذاریم در این قسمت های ظرف. بسیار مزه دار است، طعم بسیار خوب داره و همچنان آب لیمو رو که اضافه کردیم داخلش خوب ترش کردم.
و بسیار یک طعم ترش مزه‌دار به خود گرفته. ترکاری های داخلش هم کاملا پخته شدم که پالک بود، پیاز بود، کچالو جوش داده، تون ماهی و این مواد که بسیار زیاد مزه‌دار و خوش ذائقه هست. حتما این یک بار تجربه کنین و در خانه آماده بسازین. من مطمئن هستم که شما دوستایی که از شروع تا حال برنامه دیدین طرز غذا رو یاد گرفتین. اینجا کچپ هم داشتیم، ماست هم داشتیم، من خواستم تزیینش بکنم. باز میل خودتان از در خانه اگر خواستین میتونین با ماست و همچنان با کچپ بیدن نوش جان کنین. هر وقتی غذایی خودتان دوست داشته باشین میتونین اینجا آماده کنین و خودتون مایه و کچالو که از ترکیبش بسیار یک غذای مزه‌دار آماده میشه. آخرین دقایق برنامه است. من ناگزیر هستم خداحافظی بکنم و از حضورتان مرخص شوم و اگر نتونستین روز برنامه رو تماشا کنین از طریق چینل یوتیوب برنامه هم میتونین برنامه ما رو ببینین، از طریق اینستاگرام هم میتونین ببینین و اما کوشش من است که در یک هفته که همه روز برنامه پخت و پز هست غذاهای بسیار ساده براتون آماده بسازیم، غذایی که شما بتونین موادش رو بدست بیارین و خریداری موادش براتون آسان باشه. ما میفهمیم که اقتصاد همگی اونقدر خوب نیست، به این خاطر من کوشش میکنم بیشتر و زیادتر از ترکاری باب استفاده کنم. در می شب روز میبینیم که نام خدا در بازارها ترکاری باب قدر زیاد هست و بسیار ارزان هم است. به این خاطر من کوشش میکنم این هفته کلا غذایی که از ترکاری باب آماده میشه براتون آماده بسازم تا اینکه شما بتونین به قیمت بسیار ارزان از بازار خریداری کنین و در خانه آمادهش بسازین. بیاین امیال آمادگی بگیرین تا شبی غذا را آماده کنین. وقت خوب و خوش. خداوند یار نگه داره هم ما و شما باشه.